سر نره زود مواظب باش از این بر و اون بر نره میدونی چه توش چی داره این چای نزیر نداره یه دونه دادی کمر بود جسته تا بریز و باره یار من گل پیکر موی از همه دل میبره رقص جادو میکنه جان کار آهو میکنه حال بگو ریزه ریزه جون من که چل پریزه تد بدن که رقص نازش میبینی چقدر تمیزه باش عزیز این بر و اون بر نره میدونی که توش چی داره این چای نظیر نداره یه دونه دادی کمر بود تو ستا بریز تو باره یار من گل پیکر موی از همه دل میبره رقص جادو میکنه جون کار آهو میکنه حال بگو ریزه ریزه جون من که چر بریزه دست بدن که رقص نازش میبینی چقدر تمیزه میبینی چقدر تمیزه عالی بود گل کاشی آفر یه میانه قنداغ بریش میبینیم بیا اینم یه قنداغ 55 دو آتیشه ببینم چایی هم داری چایی اونم چه چایی مار دارجیلینگ جلفه آقا یه پیاله چایی با عدس بده من برو بذار باد بیاد این چایی جوشی دست به درد تو نمیخوره اینجا یه آدم دروغگو سر خدا رو اینجوری کلا میذاری نفهمیدم این چه جو حرف زدم این الان باشا اگه مردی با میشه بشین جونی اینقدر جوش نزن آقا آدم عصبانی میکنم به سلامتی دخترت فریده و جهانگیر پسر من به سلامتی ببینم تو دختر بزرگم داشتی و من نمیدونستم داره جونم البته از زن دومم مگه تو حالا چند تا زن گرفتی؟ با تو میشه چهار تا ولی من که هنوز بله نه کاری نداره الان بگو بله بله قربون اون بله گفترت برم من بابا بهتره راجب عروسی صحبت کنیم آره تو چقدر آتیش تنده پسر یه کمی صبر داشته باش خب پس قرار شد که اون خونه زعفرونیه و اون 100,000 به زمین ازگل بندازی پشت قبادم این که قابلی نداره خیرشو ببینی رفتم که دستشو بذاره تو دست پسره پس خبرشو به همون میدی آره خبر میدم باید با دخترم هم صحبت من شو بشید یه شری به شما میشنم باش خب
برنامه من و تو چیه؟ هرجور تو بخوای جونی. من میخوام همین الان درسته قربونت برم. اینهایی که فرار بشه نخواه بیدم از دست من فرار بری. وای نخه کسی نمیخره آقا جفتقه. بچه رو بدم آقا جفتقه. آقا جفتقه آقا جفتقه طبقه آخر راستش میشه سه ماه سه تا در روزم داره میشه به عبارت این سه ماه اینم سه تا در روز سی روز و آقای عوضالی اینقدر این برون برش نندازی. بذار کارم رو بکنم. من این سفتاره میخرم 90,000 تومن. آخه تو منی چند نزول برمیداری؟ نشو حرف نزول رو نزن کهرومه. ما صحبت تومنی نداریم. من این کاغذها رو 90,000 تومن میخرم. میدی بده چونم بابا نده که حوصله‌اش نده. باشه چاره ای ندارم. منم این آب نبات رو به شما فروختم 10,000 تومن. یه آب نبات 10,000 تومن؟ بابا اینقدر ارزون نفروش. اگه زود بله نگی کلا شرعی معامله از بین میره. زود بیگ رو بگو بله. با خیرشو ببینیم. حالا بدش من؟ این امانتش من باشه. اینم چک. اینم 90,000 تومن. بگی به سلامم. خداحافظ. بیره این صفتارم بذار اون صفتار. بح بح نفهمیدم همچین همچینه چیه؟ آخه این چه معامله ایه؟ کجای دنیا قیمت یه آب نبات 10,000 تومنه؟ چجوری این پول از گلو شما پایین میره؟ تو چه میفهمی پسر؟ تو اصلا سواد این کارو داری؟ وقتی اون بابا خودش راضیه تو دو قرط و نیمت باقیه؟ خب مجبور بود. ولی کی راضی میشه یه آب نباتو بخره به قیمت 10,000 تومن؟ از روز قیامت نمیترسی؟ خدا امثال شما رو میندازه تو خمره و زیرشو آتیش میکنه. من نمیفهمم پسر. تو داری از قبل من الان نون میخوری اون وقت سنگ این اونو داری به سینت میزنی؟ بیا آقا عوضی. سلام علیکم. سلام و سیاهانست. بفرمایید. با شما سلام کردم. بفرماش آقا عوضی. کشمش خوب هست؟ بله که هست. کشمش هست به این درشتی. چند کیسه بخواهد؟ 500 کیسه. میگم برات بفرستم. مرسی خدا به شما برکات بده. عجب برکتی. آقا این پولا خوردن نداری. کشمش برق فروش فروختن درست نیست. پسر تو چرا اینجور هرون تو مال آدم میاری؟ این بابا کشمش برای آجیل فروشی میخواد. حال ببین من راست میگم کشمش برای آراخ میخواد. تو خودت هم داری اشتباه میکنی موسی آوانه. تو برای آجیل فروشی میخواد. چرا بی خود مال من حرام میکنی؟ یا الله یا الله. سلام علیکم. خوش آمدی. سلام علیکم. ببر بین تو برو خیالت راحت بشه. فردا واسه میفرستم. مرسی آقا وزیر. خوش آمدی. بفر بین خب چه عجب از این طرف ها؟ اومدیم تاریخ عروسی رو معلوم کنیم. والا میدون چیه؟ من یادم رفت که با سبیم صحبت کنم. زور که برای نهار میرم خونه حتما باهاش صحبت کنم. آه راستی فسب اینجا. بله نگاه کنیم چی میگم. ببین این تو 22 تا آلوه. مواظب باش کم و کست نیاد. ببر خونه بگو بریزن تو آش. من زور بخوام آش آلو بخورم. من زور 22 تا آلو تحویل میگیرم. برو. ببخشید یه دونه سیگار داریم به من بدیم؟ من سیگارم کجا بود؟ مگه من دودیم؟ دیگه از این حرفا نزنی بدم میاد. من اصلا از دود سیگار بدم میاد. ببین آقا شو مگه یادت رفته امیال دو باجا سیگار خریدی؟ ها راست میگی. بابام یادش نبود. اصلا یادم نبود. ببخشید یه دونه از این سیگارا. ولی مثل اینکه شما گفتین که میدونم چی میخوای بگی. یه دونه بیرده. بابا پسرش هم برای من مهم نیست. تو مطمئن باش که پدرم هم نمیتونه منو وادار کنه با پسر آقا رجب. چطور نمیتونه؟ هرچی باشه اون پدرتونه. اختیار داره توه. تو نمیتونی برخلاف میل اون رفتار کنی. تو اشتباه میکنی. همینطور که در این چند وقت اشتباه کردی. اگه به حرف من گوش میکردی من الان توی خونه ی تو بودم. نه فریده. درسته که من تو رو دوست دارم ولی راضی نیستم تو به خاطر من پشت پا به زندگی خانوادگیت بزنی و پدرتو از خودت برنجونی. ما نباید از راه صحیح خارج بشیم.
من و تو روی این موضوع خیلی بحث کردیم. درسته، ولی من تو رو دوست دارم، میخوام با تو عروسی کنم. بدون اجازه پدرت این کار عملی نیست. این چه حرفیه؟ وقتی ما با هم ازدواج کردیم پدرم هم مجبور قبول کنه. نه فریده، این روش انسانهای واقعی نیست. من این کارو خیانت میدونم. من تو خونه شما نون و نمک خوردم. اگه تو هم از زندگی من خارج بشی، من این کارو نمیکنم. ولی خودت میدونی که پدرم روی پول خیلی تکیه میکنه. به همین دلیلم چون تو جوونه. بله، خودم میدونم که چون جوونه توی دستی هستم پدرت امکان نداره حاضر بشه حتی در این مورد جواب منفی هم به من بده. ولی با وجود این مایوس نیستم. اینقدر فعالیت میکنم، کار میکنم تا بتونم تو رو ازش خواستگاری کنم. من یه پیشنهادی دارم. یه مرتبه این مسئله رو باهاش در میون بذار. منظورم اینه که من ازش خواستگاری کنم. خودم هم تو همین فکر هستم، ولی هنوز اون موقعیت رو به دست نیاوردم. تو خودت خوب میدونی که پدرت آدم بدخلقیه. من منتظر روزی هستم که واقعا بشه باش حرف زد. اگه اون روز پیش بیاد امکان داره با پیشنهاد من موافقت کنه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، بادر از زنوار میگواره، چهارده، پونزه، شونزه، هیفده، هیفده. نفهمیدم چرا همش نریختین تو آش؟ باز اولش شد، من همش ریختم. نه نریختین، همش توی خونه خیانت میشه. خیانت، خیانت بزرگ. کدوم خیانت؟ من وقتی آلو رو فرستادم شمردم 22 تا بود. حالا حساش 16 تا. 4 تا آلو توی خونه خام خام خورده شده. این دیگه گوشت نیست که گربه بخوره. وای وای چه خیانتی، اونم خیانت در امانت. تو دیگه خفه شو. چش بگردی 4 تا حس آلو به من تحویل بده. هسته کجا بود؟ اینم خونه است. ببینم پتو درس چی خوندی؟ من که درس حس آلو نمیخونم. بعد از این باید درس حس آلو بخونی. راست میگیدی، آلو میوه است. تو تمام مدت عمرت یک کلمه حرف درست گفت. بله. پس اقتصاد خانواده چیه؟ آلو باید بره تو غذا، پخته بشه، اپاقه ببخشه، نه اینکه خام خام خورده بشه. چرا توپ تو مال من میبندی؟ من این چیزا رو نمیخونم. من 4 تا حس آلو. بابا 4 تا آلو میشه 10 شی. حالا به خاطر 4 تا آلو ما رو بابا داد سرا. تو که لیاقت دادسرا رو نداری، تو باید بری همون صومعه سرا. میرم ببینم. تو خوردی؟ نه. از این بخور. آلوها رو تو خوردی؟ آقا من آلو خورم. نکنه تو خوردی؟ آخه تو بیا دهن منو نگاه کن. خدایا چی کار کنم؟ پس حتما کار ناصره. به نظرم تو را 4 تا آلو رو کشم. بی خود به ناصر تهمت نزنیم. اون اگه جواهر زیر دست و پاش بریزن امکان نداره نگاه کنه. بر پریده چند مرتبه بگم از این پسر دفاع نکن. من از حقیقت دفاع میکنم. ناصر اهل این حرفا نیست. همین روزا از دستت راحت میشه. گوش کن، آقا رجب تو رو واسه پسرش خواستگاری کرده، باید بهشون جواب بده. من فعلا خیال ندارم عروسی کنم. نفهمیدم رو حرف من حرف میزنی؟ من به اونا قول دادم، بهشون گفتم برن خونهشون نهارشون رو بخورن، بعد بیان حجه بهشون جواب بدن. جواب من همون بود که گفتم. از اون گذشته من از پسر آقا رجب نفرت دارم. میگه چی دارم؟ خب بابا جون میگه دوستش ندارم دیگه. دختره داره لغت به بخت خودش میزنه. بابا من یه پیشنهاد دارم. چیه بگو ببینم. حالا که اون راضی نمیشه برای من دست بالا کن. من که تکلیف من معلومه. ببر صدا تو پسر یه پر رو. یالا راه بیا باید بریم حجره. بابا جان. آی بابا جان. چه مرگته؟ صد دفعه بهت گفتم جلوی مردم به من نگو بابا. آخه به قیافه من میاد که بابای تو باشم؟ باید همه فکر کنم من و تو برادرین. آخه من کسی رو بوته عمل نیامده. یه بابای دارم بلاخره دی از اون گذاشته حالا که کسی اینجا نیست. نه آخه من حریف این زبون صاب برده تو نمیشم. حالا حرفتو بزن. ساعت چنده بابا جان؟ چه بازم ساعت؟ از صبح تا حالا 20 ساعت ساعتو پرسیدی. اینقدر بپرس تا این ساعت خراب. نمیدونستم از پرسیدن ساعت خراب میشه. کو تا این چیزا رو بفهمی. حالو هشم نگاه به ساعت بکنی استهلاک داره. پس شما هم با من نگاه نکنین که سابیده میشه. چه به بارون نفسه. چه؟ نگردا. کجا؟ میگم نگردا. خیلی خوب.
بزن آقا با خانمو سوار کن. ببین چه لعبتی یا نزو داری مال من ها. بفرمایید خانم. خیلی متشکرم. تاکسی میاد. ماشین منو به چشم تاکسی نگاه کنید. حیف شما نیست یه لنگ پا باشید. اینشالله درد و بلاتون تو کاسه سر بخوره. خواهش میکنم مؤدب‌تر حرف بزنین آقا. الهی قربون اون لفظ قلم حرف زدنتون برم. دهنیست لامصب شکر پنیری رو نیست که چرمپای قزوین. به من بودی آقای راننده؟ نه جان، با عبوی بودم. به عقوی. خجالت داره آقا، دیگه از شما گذشته. اختیار دارید خانم، از من گذشته؟ من تازه اول آلبالو پامو میذارم رو گیلاس. بفرمایید بفرمایید، مطمئن باشید میرسونم. حالا که لطف میکنید باشید. یه جلو پاتو بذار رو کاسه سر عوضلی عوض بپر بالا. یه جلو برو. لعنت بر شیطونه. ببینم شما نامزد نداری؟ نه، برای چی میپرسی؟ میخوام اگر اجازه بدید بیام خواستگاری. برای پسرت؟ بله بله. من هنوز خودم پسرم. من اولادم کجا بود؟ من اصلا اولادم نمیشه. عجب جاغانی، اینجای بابای دروغگو. شما هنوز با این سن و سال ازدواج نکردید؟ نه قربونت برم، من با 10 میلیون تومان ثروت تنهای تنام. اگر تو زن من بشی همه اینا رو می‌ریزم جلوی پات. چه خوب. تلفن 75 چند؟ الان میگم بنویسین. آدرس؟ با نظرم مادر خدا بیامرز من همینجوری گول زده. که این میشه که عروسی من رو تو بکش شیطون بلا. آه برادرم. وای همی برای صدا نکن. عجب برادر گردن را هست یکی دوتر پای آب رو ویزی را به دزیم. نظرم آمده تشکر بکنی. سلام. سلام داداش. اومد خدای خودت به دادم برس. بابا از این بار چرا آمد؟ ای امان تو این ماشین چی کار میکنی؟ ماشین خودم سوار شده. بیا پایین ببینم. بیا پایین. چرا بیا پایین؟ نا که تاوتی کار من سوار میشه. آخه چرا میذاری؟ من بد کاری کردم. حالا پدرت در میارم. خب کنده داشت ایشون به من آت کردم. از اون گذشتیم یه خواستگاری من. آره راست میگه. بله بله، ما بخواهیم با اجازت و با شما فامیل بشیم. خیلی معذرت میخوام. پسر چرا هرچی صدا میکنم جواب نمیدی؟ آخه اون زیر رفتی چی کار کنیم؟ آدرم پیشی برای فرمان صف میکنم دی. از اون یارو ترسیدی ها؟ آه ببین چی میگم؟ من فردا میخوام برم کمیسیون مالیاتی. باید امروز بری یه کت و شلوار پاره پوره، یه جفت گیوه زوار در رفته، یه پیرن در به داغون بخری و بیاری واسه خودم هم میتونم. چکرم اینم گذرش محمود. چایی چایی بگی چایی میارشی جا بردارم. مال منو بده. بیا بابا بده. ولی این حساب بده. یه مشتقن بردارم. آها بفرمین قربان. مرسی آقایون دارایی. من پول ندارم یه دست لباس نیمدار برای خودم و پسرم بخرم. بله. به نون شب محتاجم. از بیولاقی سوار چینه میشم. بله. هشتم گرای نوامه. بله. این پسرم جلو چشم دو مثل مرغ سرکنده پرپر بزنه. با دستای خودم کفنش کردم. این بخوام به شما دروغ بگم. آقا من گروه
به شرف خانوادگیم قسم، پریشب از گشنگی خوابم نبود. آخه آقای اون من 12,000 تومن مالیات بدم، من 12 قرونم ندارم. بله نداری، باور کنید راست میگم. بله بس گریه یه نمی کنی؟ من گریه هم نمیاد دیگه، آدم واسه گریهش نمیگی؟ الان گریهت میندازم. باش، از فردا اون 2000 پول تو جیبی خبری نیست. خبری نیست؟ نه. آقا آیان، این پدر ما بدبخت بیچاره است، تو قراره ما نمیده. خوبه، بس یه قبول فردا. گریه نکنی، خواهش میکنم. آخه چطوری میتونم گریه نکنم؟ این جیگرم داره علو میگیره، مگه نه؟ نه نه؟ بله بله بله. برای اینکه حد به شما ضایع نشه، ما به زودی مجددن یه مامور دیگه برای رسیدگی به کار شماها میفرستیم. خدا هم بهتون بده. بله. خدا سایتون از سر زن و بچه تون کم نکنه. بله درست. نیشه تو ببن اینه جوون مرگ بشی. بابا پس این آقا آبازی کجا؟ من چه میدونم، حتما کار داشته که نیومده. مردم که مسخره نمیشن، با از صبح تا حالا اینجا الله شده، این که کاسبی نشد. میخوای برو فردا بیا؟ مگه من هنبالم، هی برو هی بیم. آخه مام زندگی داره، ببینم تو انبار چقدر کشمش هست؟ هیچی نداریم، هنوز برامون کشمش نیومده. اصلا نصر آقا، نمیدونم چرا هی کار شکنه میکنی. مگه آقا وزی نگفت برام جنس جور کنی؟ فعلا که نداریم. بابا شما گندش دار آورده. من برم فردا بیام، به آقا وزی بگو تفکیک که منو روشن کنه. خیلی خب برو. خیلی پا بخشید، پا بخشید، با بخشید، با بله، فرمایشی بود؟ سلامت کوفشر، وقتی دو تا آدم گنده وارد میشن بچه باید سلام کنه. برو بابا، حال نداری؟ من حال ندارم بابا. این چه جور حرف زدنیه؟ آقا وزدنی کجاست؟ هنوز نیومده. آقا جون، مثل اینکه این پسره با ما شر دعوا داره ها. بیا بریم، وقتی عوضلی اومد حسابشو میرسم. اصلا میدونی چیه؟ وقتی من داماد آقا عوضلی شدم دستور میدم بیرونش کنن. وقتی شدی، حالا که ول معطلی. من نمیدونم چرا وقتی این پسر ماری میبینه انگار شوهر. میدونی چیه؟ فکر میکنم کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. ممکنه بین این پسره با دختر عوضلی سر و سری در کار باشه. یعنی میخوای بگی همدیگه رو دوست دارن؟ معلوم نیست، از رفتارش معلومه که باید چیزکی در میون باشه. پس الان باید برم حسابشو برسم. بیعقلی نکن، من خودم میدونم چی کار بکنم که عوضلی از حجره بندادتش بیرون. ببقا، شما زن و بچه نداری؟ من زن و بچه‌ام کجا بود؟ ببینم اصلا به قیافه من میاد که من زن و بچه داشته باشم؟ به قیافتون که میاد، ولی موضوع اینه که چطور تا حالا عروسی نکردی؟ میدونی، من میخواستم وقتی تشکیل عائله بدم که هیچی کم و کس نداشته باشم، برای همینی که تا حالا پسر بودم. بله همینطوری خوبه، ولی با این وجود ما پرسجوی خودمونو میکنیم. بفرمایید، بنده در بس در اختیار شماست. ایوا التفات دارین آقا. ببینم، مثل که عروس خانم پدر ندارم. نه، الان 15 سال میشه، اونا بچه بودن که پدرشون از دست دادن. پس شما در حال حاضر شوهر ندارین؟ نه خیر. چه خوب. چطور مگه؟ آخه خانم به این جوونی، به این خوشکلی حیف بیوه بمونه. شما از دخترتون چیزی کم و کس ندارید؟ ممنونم. شما باب دندون محسن من هست. محسن؟ بله محسن برادر کوچیکمو میگم. اون جوونه نپخته ای، باید یه زنی مثل شما داشته باشه که بتونه حتی خوب تر و خوش کشی بکنه. چه خوب داره مرمورم میشه. منم داره چندشم میشه. پس دیگه کار تمومه، ترتیبش با من. شیطونه میگه جفتشون واسه خودم بگیرم، واسه موسیقی یه فکر دیگه بکنم. من نه
علی خان. سلام. چایی آوردی برام؟ سلام به روی ماهت. قربون اون نگاه کردنت برم. انشالله خودم بعد از عروسی جبران میکنم. البته اگه توافق بشه. عمده منم که توافق کردم. باقیش هم درست میشه. بهت قول میدم ماه عسل ببرم دربند. چه با منزه؟ حالا کجا که دیدید من یه پارچه نمک کردم. سلام علیکم. سلام. حال شما. خوش اومدید. رسیدم به خیر. سبا بردید. چطور خدا پانشید. ببر حالتم ندین دیگه. بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. خواهش. فرمیلتونه. ولی خب چون زیاد اصرار میکنید دیگه رو تو رو زمین نمیندازه. بله. بیا. بخور جونو. بخور عزیزم. بخور. بیا تو هم بخور. دست شما درد نکنه. درد شد. شما؟ خودتون بردارید. شما هم آدم خوشمجدودی هستین. ببخشید یه خورده میبرم واسه بچه ها. هایش میکنم. میپسندیش؟ خب ممکنه شما بفرمایید وضعتون در چه حالیه؟ والا قبلا خدمت خانم والده عرض کردم من از هر لحاظ واجد شرایطم. باغ دارم، اتومبیل دارم، 10 میلیون پول نقد دارم، 1000 لنگه زعفرون دارم، 3000 لنگه زردچوبه دارم، از همه بالاتر خوشگلی جوونی دارم. درسته؟ ابا بله. خب کار تمومه، بلنش بریم محضر. معلوم میشه آتیش شما تنده، دختره که همینطوری نمیشه به کسی داد. اول باید تحقیق کنی. دیگه تحقیق لازم نداره. درسته مادر؟ برادر کوچکمو که یادت نرفته؟ آره، به نظر منم پرسجو لازم نداره. بشرشو نشون میده. بله. که آدم خوبی هست. قربون هر چی مادر زن فهمیده از برم. از اون گذشته من خودم آدم عادلی هستم. اگر دخترتون از من خوشش نیومد من طلاقش میدم. 2-3 میلیون تومان پول نقد بهش میدم. 2-3 میلیون تومان؟ آره جونم. 4 لنگم به زعفرون میدم. چه نازه داده. شوهر از این بهتر برای من پیدا نمیشه. اینم بهت بگم اما من دست اولم. این جوون آب روندن. من ریگه تجیبم. من موندنی. درسته ننه. دود از کنده بلند میشه. راست میگه. اون لب و دهن تو برم. معلومه کب که کلاغ میخونه. چرا که نخونه؟ من تامادم. چشم زنبابای ما روشن. خفش رو برو. کجا برم؟ برو همون. میخوام خودم رو صفا بدم. بابا اجازه هست منم بیام همم؟ نه اخه. مگه سال چند مرتبه میخوای بری همون؟ تو شب عید همون بودی. حالا 8 ماه گذشته که. باریکلا. پس 4 ماه دیگه مونده. پس بفرما بنده شب عید به شب عید باید برم حمام ده. نه خیر. پس 6 ماه به 6 ماه باید بری همون. من که بابای تو هستم و زن بچه دارم. ما یه مرتبه میرم همون. اون وقت تو میخوای سالی یه مرتبه بیشتر بری. یالا را بیا برو. باش که میشیم پولای تو مال من باشه. کم سیری از غذا و حمام در بی. ناصر آقا چطور کسی نیست؟ بله. سلام علیکم. بله. جعفر خان. چه عجب از این طرف ها. منیم دیگه. چند وقت میشه که ندیدمت. والا من با عوضعلی نمیتونم کنار بیام. برای همین هم هست که قیدشو زدم. حالا که میبینی آفتابی شدم. دیدم کسی اینجا نیست. فهمیدم که خودت هستی. خب خیلی خوش اومدی. میدونی چرا امروز مزاحمت شدم؟ نه. ولی هر کاری داشته باشی برات جور میکنم. والا کار که چه عرض کنم. امروز اومدم پولدارت کنم تو از این شاگردی نجات. خب چجوری؟ میدونی ناصر آقا تو پسر خیلی خوبی هستی. باید ترقی کنی. تا کی میخوای شاگرد این یارو عوضعلی باشی؟ حالا حرفتو بزن. چجوری میخوای منو پولدار کنی؟ ها اینطور که خبر دارم همین چند روز پیش 1000 صندوق چایی موجود در خرمشهر رو که مال دانشی بود قولنومه کرد. چطور مگه؟ اصل کار همینجاست. تو میتونی با یه امضا 50,000 تومان تو جیب خودت بریزی. 25,000 تومان هم تو جیب من. آبم از آب تکون نمیخوره. من از حرفای تو سر در نمیارم. بهتره واضح‌تر حرفاتو بزنی. الان برات میگم قولوم علی خان حاضره فقط قولومه رو بخره. صندوقی 75 تومن هم منافع بده که میشه 75,000 تومن. تو میتونی همین امروز بیونه عوضعلی رو پس بدی. همینطوری میخوایی که دارم کنی؟ با خیانت و درویی؟ این دفعه آخرت باشه که از این پیشنهاده به من میکنی.
اینو بدون که اگه هر صندوقی یه میلیون تومانم به من استفاده بدن، من از این کارا نمیکنم. چرا جوش آوردی حالو جون؟ عوض علی که نمیفهمه که. بله اون نمیفهمه، ولی خدا چی، اون که کارای ما رو میبینه. نه من حاضرم تا آخر عمر شاگردی کنم، ولی از این را پول دار نشم. تو هم بهتره دیگه این درپا پیدات نشه. بی خودی نیست که آقای عوضعلی با امثال شما ها معامله نمی کنه. برو از چه بیرون. تقصیر منه که میخواستم از شاگردی نجاتت بدم. برو بیرون. خدا خرش شناک که شاخش نداد. به پدر مادرت بگو بابا باغتون آباد. ها شیری یا روبا؟ قیافش معلومه که شیر آب انباری. چی شد؟ امیدی هست؟ نتونستم کاری بکنم. طرف خیلی زرنگه، زیر باره اینجور کارا نمیره. بیا خوش پسر داری چی کار بکنه؟ استخونات خون شد دیگه بیاماشتر این روز هست که خون باشتی مانه دلم باید که پنه داری بذاری که هفته سایی. من از این پولا ندارم بدم، همون صابونو بذارم. آقایونی که چیسته چیده باشم بیا پا صابون خوش کی بود؟ خوش آفیت باشه. او دادار یه خود صابون کمتر مصرف. صابون مال خودت. مال خودت. خب پس بذار. بذار مثلاش. یه چت بود آقا. خط شیر. شیر. نش دومشی دیدم قبول نیست. یا محرم کدومه؟ زن پدر مثل مادر آدم میمونه. بله پاش بده با من ببینم. بده با من کجاست؟ اینجا پار بیزه بالا بینم. وای اینجاست؟ نه وای وای شلو رو کنیم. جان من که یواش میمالم، تو چقد نازک نارنجی هستی آخه. وای نه اینطوری نه بابا، اینقدر آخوخ نکن. بده با کار ما برسی. نگاه کن نفهمیدن چی کار داری میکنی؟ ها؟ سلام عافیت باشه. سلام و زهر ما پسر گنده بک داری پای زن منو ماساژ میدی؟ مگه پای غریبه؟ پای زنبابای منه دی؟ تو غلط کردی با اون زنبابا؟ چی به تو گفت به پاش دست بزنی؟ این حرفو چی میزنی؟ پام پیچ خورد، به محسن گفتم پامو بمالی. بله ببینم حالا مگه چی شده؟ من جای مادر اینم آخه. بله دی؟ مادر که اینقدر غمیش نمیاد، تو اینقدر او رو اطفار اومدی که منم حالی به حالی کردی. محسن بمال یالا برو خواب جا. بابا عجب گرفتاری شدیم ها. من نمیدنم حرف کدام شما رو گوش بدم. این میگد بمال، تو میگی نمال. گفتم خواب شا. اگه خیلی عصبانی کنی هرچی از جریان بزن بابا میگم ها. چی رو میگی؟ امروز کجا رفته بودی گلک؟ کجا رفته بودی؟ توی خانه خفه شا. اوه چشمم روشن. راست میگه، امروز رفتم یه خونه معامله کنم. این روزا خوب میشه اما مستاجر پول داره. بله. مگه نه؟ بله بابا. آره بیا محسن، بیا این 14000 پول هفتگی تو بگیر. بیا این یه تومن، اینم 4000. بابا جان چیه؟ میخوام برم سینما. سینما چیه پسر؟ سینما حرومه. بین دوزه بگی برو عکساشو تماشا. نمیخوام. به جهنم که نمیخوام. ولی اون خانه ای که امروز من رو با هر چی باشه جوون تفریح لازم داره. آره. بیا این پونده داره بگی برو سینما. نمیخوام سو تو من، میخوام لوش بنیشی. تو به ریش پدرت بیخدی لوش بشیری. ننت لوشی بوده یا بابات لوشی بوده؟ اصلا اون خانه ای که من رو بیا بابا یه ستا من میگی برو سینما لوش بشین جورا. بیا بابا چیه؟ تخمه ژاپنی میخوام. بیا این قرارم بگی تخمه ژاپنی بخر بابا. دیگه چیه؟ ساندویچ میخوام. چند میشه؟ دو تومن. دو تومن میخوام. دو تومن. بله.
بابا یه تومن داره اینم یه تومن این دو 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 چقدر خسیسه چون حاکم نتوانست با دخترش مخالفت کرده و او را از تصمیمش منصرف کند پس با عروسی او و پسر خارکن موافقت کرد و هفت شبانه روز شهر را آیین بست و دست دخترش را در دست پسر خارکن گذاشت ببینم داداش دلت میخواست تو پسر خاکم بودی یا با دختر خاکم عروسی میکردی؟ آخه دختر تو چقدر فضولی میکنی؟ به کار بزرگترها چرا دخالت میکنی؟ این حرفا دیگه کهنه شده ما دخترای امروزی هر کاری بخوایم میکنیم خب بشین درستو بخون قربونه تو داداش جون اصلا نمیفهمم شما چیکار بکنه ما خواهر و برادر داریم وا خاک عالم عجب دنیایی شده ببین ناصر جون تا آفتاب عمر مادرت غروب نکرده آرزوشو برآورده کن و زن بگیر دختر آقا عوض‌علی به درد تو نمیخوره مادر اون برای تو زن زندگی نمیشه آخه ما باید به اندازه گلیممون پامونو دراز کنیم تو اشتباه میکنی مادر فریده دختر خیلی خوبیه اون اصلا به پول و اینجور چیزا توجه نداره اون فقط منو میخواد باور کن اگه پدرش مخالفت نکنه همین فردا زن من میشه و با همین زندگی ساده هم میسازه خودش بارها گفته حاضرم زن تو بشم و با نون خالی هم بسازم نو ببینم نظرشون چی نه مادر من نمیخوام تو سرشکسته و ناراحت از خونه اونا برگردی من تصمیم خودم رو گرفتم تو همین یکی دو روز از آقا عوض‌علی وقت میگیرم اگه اجازه بده بهتره اون وقت تو میتونی با خیال راحت این کارو بکنی من که چشمم آب نمیخوره آقا عوض‌علی نفس نمیکشه مبادا گشنش بشه اون وقت چطور میاد با ما فقیر و بیچاره ها وصلت کنه بالاخره یه طوری میشه من یا زن نمیگیرم یا اینکه فقط با فریده عروسی میکنم هر طور خودت صلاح میدونی مادر خوجه عوض‌علی کجاست؟ طبقه آ خیلی ممنونم خوش اومدی جرجقه بدم آقا آقا یه جرجقه بخور ببینم تو وکیل من هستی یا مودی باید یه کار حتما درست بشه گوش کن قرار شده دخترم به هم بدن نمیدونی چه لعوتی چی؟ دیگه نمیشه زن گرفت چی میگی بابا من ازدواجم تو شناسنامه‌ام ثبت نمیشه از اون گذشته من اینقدر وقت میتونم 10 تا زن بگیرم در هر حال تمام این کارا با خودت فعلا قراره بیام تحقیق فکر میکنم تا چند روز دیگه صاحب یه زن خوشگل و دو هفت سفر به چه فرمش دارید بنده در خدمت میخواستم درباره وضع مالیتون سوالاتی بکنم وضع مالی من؟ چرا میخندید؟ آخه دیگه پرس و جو لازم نداره عوض‌علی رو تموم این بازار میشناسم وضع مالی من کمتر کسی توی شهر چطور نداره؟ تو 25 تا شرکت سهامدار عمده است اجازه بدین یادم خواهش میکنم چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است خب میفرمودین 4000 متر زمین بر جاده قدیم شمرون 10 میلیون پول نقد 5 میلیون متر زمین در مرغوب ترین جای دریا دارم توش درخت پرتقال زدم ها دارم یه ویلا میسازم که اگر بیبینی هوش کلت میفره میدونی میخوام ماه عسلمو اونجا بگذارم خلاصه دارایی من حساب ندارم یک بذار دست راستش این صف بذار تا تای بازار خب چند سر آیله داریم آیله؟ آیلم کجا بود؟ من یه پسر کاکل بسر تک و تنها هستم نه خرجی دارم و نه برجی هرچی هم در میارم میذارم به سلامتی شما تو باید خوشا به سعادت اون دختری که زن من بشه بله شما این گوش دستو باشه این یه معامله منه توجه کنی بعدم یاد داشت کنی بفرمایید ببینم اون 4 خروار زعفرونی که پولشی گرفتی چی شو؟ ده خب زودتر بده بیارن جانم راستی اون 5000 من هلو نرفستادی ها دیگه داری بعد قول میشی منتظرم قربون تو ملاحظه فرمودی؟ بله لطفا امضا بفرمایید
حتما عروس خانم امضا میخواد. من انگوش میذارم. خب خدافظ. خوش آمدی، محبت تر بودی، صفا آوردی، به سلامت. امشب چه شبی، شب مراد است امشب. ای لا 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 در لا 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 ای یار مبارک بدا بابا. بابا و زهر مار با که تو اینجا پیدا شو. خیلی خوب میرم، اصلا تقصیر منه که آمدم اینجا خبر بدم که مامور دره ای داره میاد اینجا. چی صفا ببینم از کجا فهمیدی؟ الان داشتم میامدم دیدم دم تیمچه سراغ و حجره رو یکی میگیره. الان کجاست؟ الان داری میاد. یاله به جا مرتن نشو بجون که موقع شد. من میخورم یاله به جا بجون بجونه رو. خیلی خوب با یاله مرتن نشو بپور دلوارم چلزه از خریتی گیره به جا حرف نزم. یاله ببینم تنگ آخه نمیشه. زود باز برو غلچر بکن آسین پیدا کن به جا مرتن نشو خالیچره میگم بکن. خیلی تو کلای من کو همون پشت بود من چی میدارم باری کنار بیر بدبختی ما عجزیم به مای عجز کمک کنیم. حجره عوضلی همینه. بالا قربا بچه رو گریه میکنی از بدبختی از بیچارگی گریه کن پسر. چی بکنم عشق ما خوش شده باشه بازم گریه کن. پس گفتن که شما تاجر هستی. بله خدا ولی تشرفت جیرش مونده. باور کنه دیشب من و پسرم از گشتگی یه که نون خوش سق زد. از خجالت زن و بچه خونه نرفت. اون پسر شما؟ بله این از زن اولمه. بله از زن دومم هم یه دختر دبه بخت هم. زن سومیم هم یه سفری داره. بله تزگی هم رفته قصدگری چرومی. بچه ساکه ایلو اینا که مریضی دار. خب پس تجارت خونه شما اینه. کجاش تجارت خونه؟ این خجالت خونه. بله برقم که برگشته تلفنم واخواست شده. غیر از صفرش هیچ جدیگره نبید. نخ من و پدر ما اینجا نشستیم. یه نفر بیاد یه قرم بیزر کف دست یه قرم بدیم من جانم بار ندارم با هم میخوریم ده. زندگی ببر داری این آقا اومده برای جلب کنه کلی بهش بده کاره. ای آقا تو رو خدا رحم کن منو زندون ننداز. من زن و بچه دارم چی خاکی به سرم بریزم. بیاری دستتو مات کنم. آقا یه قرم بدی من جانم بدی دختر خاله ما رو ببین میخواد زن کی بشه. یه قرم بدی دار میره رفت. خوابی نبردی امروز زندگی به خواب من میره. برم لباسم عوض کنم. پسر اونجا رو خوب تر تمیز کن. خب تو چیکار کردی امروز؟ هیچی. گفتم آقا عوضلی برگ جلب تو گرفته. آها. اگه تا فردا پولو ندی زندونیت میکنم. خب چیو؟ خیلی گریه سری کرد دلم برای سو. چرا؟ میگفت ندارم بدم. من نون زن بچه‌مو به زور در میارم. اگه به مهلت بده خورد خورد بهش میدم. غلط کرد. چطور روزی که اومد سفتا رو خورد کنه یه حرفا رو نمیزد. اگه تا فردا پولو نداد بندازش زندون. بابا خدا رو خوش نمیاد. اون آدم زن بچه داره بابا. خفه. مگه من زن بچه ندارم؟ پس تو لندور چی هستی؟ حالا دیگه ما لندور شدیم؟ یالا راه بیا پادر خونه. ببخشید عرضی داشتم. دیگه چیه؟ اگه اجازه بدین مادرم میخواد فردا بیاد منزل شما. نهار که نمیاد. نه خیر. طرفای اصلی. شام هم که نمیمونه. نه خیر. یه پا میاد و برمیگرده. خب پس بهش بو چایشم بخور و بیا. او فقط با شما کار داره. میخواد باهاتون صحبت. نمیفهمم. من با ننه تو چه صحبتی دارم بکنم؟ میخواد شما منو به قلمی خودتون قبول کنید. چیز عجیبیه آخه بس شاگردی چه بیداری که بخوای قلم بشی. بابا جان منظور ناصر آقا اینه که میخواد با فریده عروسی بگونه آقا. آها پس مادرت از فریده بخواد خواستگاری کنه. اگه اجازه بدی. چشمم روشن. پس تو هم حواس زن گرفتن به کلت زده. ببینم با کدوم بولت بخوای زن بگیری. اونم دختر منو. تو که تو هفت آسمون یه ستاره هم نداری. عوض شرف دارم. انسانیت دارم. غلط های زیاد زیاد اون شرف و انسانیتت بذار تو بانک روش چک بکش پسر. ولی من و فریده همدیگر رو دوست داریم. شما غلط میکنی. مگه من فریده رو از سر راه پیدا کردم که همینطور مفت و مجانی بدم به تو آس و پاس. ببینم تو اصلا میدونی دختر من چند کیلو وزن داره؟ مگه غفانداری که فریده رو وزگرده باشی؟ ببند دهن تو. باش. دختر من 60 کیلو وزن داره. حساب کردم تا حالا کیلوی 1000 تومن برام تموم شده. من که دیگه نباید ضرر بکنم.
چه خبره بابا جان؟ گوشت بود اون استخوان اگه گیر بیاد کیلوی 12 تومنه. کی میاد فریده رو کیلوی 1000 تومن بخره؟ روزلی باقو، اگه یه مرتبه دیگه خودشیری میکنی گوشات عبیخ میکنم. آن چی مانده؟ تو هم بهتر عوض این حرفا به کارت برسی. منم فریده رو برای پسر آقا رجب در نظر گرفتم، ممکنه همین یکی دو روز هم کارش تموم بشه. یاله را بیا کارت ما شد، برو کارت رو چه؟ را بیا دیگه. شما این فریده خانم؟ بابام نیست اونجا. ببین ناصر، ما امشب هتل فلامینگو دعوت داریم، جشن تولد یکی از دوستای شکور جونه. دلم میخواد تو هم بیای. من نمیام. چرا؟ من امروز از پدرت میخواستم که اجازه بگیرم مادرمو بفرستم منزل شما، ولی اون عصبانی شد و با من دعوا کرد. بعدن با هم صحبت میکنیم، فعلا خودتو حاضر کن که بیای اونجا. بیخود اصرار نکن، من اصلا از اینجور جاها خوشم نمیاد. هر طور میلت. خدافظ. چی میگفت؟ چه میدونم، عذر و بهانه می آورد. به نظرم بابا اومد. نفهمیدم کی مرده که شما دارین به خودتون ور میرین؟ ما میخواییم بریم جشن تولد ناهید. منم میام. باشه بیا. ببینم شام با ما میای عزیز دلم. شام مامان میدم؟ والا فکر نمی کنم. عیب نداری، میام یه خورده میوه میخوام. بابا تو چقدر شیگمویی؟ ببار اون نفسه. عزیزم یه مقدار پول میخوام میدی؟ پول واسه چی؟ برای کادو. کادو؟ آره، آخه دست خالی که نمیشه رفت جشن. اگه دیگه از این حرفا بزنی اصلا باهات حرف نمیزنم. تو چقدر خسیسی مرد. ببینم اصلا تو روت میشه دست خالی بری تو اون جشن؟ کی میخواد بیا؟ من با همه این گرفتاری ها وقتی این کارا رو ندارم. من که باید برم. آها، شما که بعد. ببینم مگه شما بی صاحبین که هر کاری دلتون خواست بکنید؟ خوابه بی خود ننه من غریبم، بازی در نیار. اگه آسمون بری زمین بیای من باید برم. باریکلا نه باریکلا، اینقدر با من یک که بدو نکن، هر چی بگم بگو چشم. چشم به تو گفتم بگو چشم. ده بگو چشم. هیچ هم نمیگم چشم. من میدونم برای اینکه پول ندی این بازی رو در آوردی، ولی کور خوندی. من دست خالی نمیرم، باید پول بدی کادو بخرم. مگه من رو جنگ نشستم؟ اصلا این زندگی جهنمه. من دیگه توی این خونه نمیمونم، میذارم فرار میکنم. دیگه خسته شدم. مردی رو حالا کی بود اینجا یا نه؟ قصه نخوریم بابا، من پول دارم. راست میگی؟ پس زود باشین حاضرشین بدیم. زود باشین. این شما ایشاد شدم. به به سلام آقا عبدالی، چه سعادتی، کجا داری میری؟ با خونه دعوا کردم دارم میرم تو حجره بخوابم. چه خوب شد، اتفاقا منم از سنم خرج کردم دارم میرم تو هتل شام بخورم. موافقی با هم باشی؟ هتل چیه؟ من پامو تو هتل نمیذارم، هنوز تو عمرم اینجور جا نرفتم. حالا امتحانش مجانیه، میریم اگه بدت اومد میایم بیرون. از اون گذشته مهمون من. جون من. بله البته، منو تو نداری. اما خودمون این دوا خوردن اونم تو هتل مزه دیگه داره. خب کدوم هتل میخوای بری؟ هتل هیلتون خوبه. به 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 به، چه جای سلیقه‌تو. ببینم اگه تو اونجا رفتی یه چند مرتبه. ای ناقلا بسته که میگو بابا آدم باید ظاهرش رو حفظ کنه. خب بس بفرمایید بریم. خیلی بفرمایید بالا. مرگ تو خیلی خوشحال شدم. منم محسن. بله بیا بریم دیگه. چشم بابا جان حاضرم. بریم دیده بودم دم اینجا. اون چرا هم خاموش کنم. خیلی خوبی. سلامتی. فدای اون لب و لوچه قلبیت برم. ببینم چه بامزه. نه در چه حالی؟ در حال سکرات. آدم وقتی همچی چیزی رو که میبینه غیرت ازش میجوشه. چریو سلامتی. سلامتی. بره اونجایی که درد و غم نباشه. ای کوکوری بود. مبارک مبارک. انشالله همچی من بشن. انشالله مبارک. خیلی ممنون. خیلی به تبریک میگم. اسم بنده جمشیده، پسرموی ناهیدم، همون ناهید خانم. خوشبختم، اسم منم فریده است. شما خیلی زیبا هستی خانم. مرسی. این چای زنقدن بود. نکن پر رو. بدبخمی. شکو جون، با پسر دایی من آشنا هست. خوشبختم. شما خانم خیلی قشنگ هست. متشکرم. ممکنه با هم برقصیم؟ خواهش میکنم. با اجازه.
همه رفتن من تنها موندم. من اینجام خوشگلی جان. بیا بریم مشروب بخوریم. بریم. اونو بینداز بغل بهتره اینجوری. بابا مامانی. او شکلتو بگرده. ده بابا. میخوری؟ نه. کم شیب نداره؟ نه نه. خوشگلی عزیز دلم. مرسی. میخوام یه بوس کنم اینجا این لبه. شما واقعا زیبا هستی. مرسی. کامپلیمان حقیقته. شما لطف داری. چقدر را میرسه اینجا؟ در اینقدر حرف نزن. چته مادر؟ دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. آخه چرا؟ مگه چی شده؟ تلفن کردم فریده خونه نبود. به نظرم رفته هتل هیلتون. خب تنها که نرفته. نه مادر، موضوع اینا نیست. فریده دختر ساده ایه. تو این اجتماع هم گرگ زیاده. مادر، من باید برم ازش مواظبت کنم. قربون اون چشمای مست. نگو پاک پاتیل شدی یا عوض علی؟ آن احمد من هیچ وقت پاتیل نمیم. بیا بریم تو سالون، همه خوشگلا اونجا جمع. ولش بز به عشقم برسم. چرا تو سکون میزنی؟ من از شکوه که مثل خواهر من میمونه میخوام خواهش کنم برامون بخونه و برخص. زنده باشا بابا جم برخص. یا ساز ایرونی، حالا شما رقص لنده پس اینجور. برخص دیگه. من رقص ایرانی بلد. چرا نیست؟ تو همه جا که رقص من منی. گویم شما را چه صفا آوردین اینجا، به تو این جشن تولد مبارک باشه ایشان را. من امشب مست نادم سر و پا عشق سادم. من امشب مست نادم سر و پا عشق سادم. جان بیا بریم پایین، من واسه با این دلم لگ زد. بابا تو چقدر لب میزنی آقا نعمت من، اینجا چه خبره؟ اینجا که به بو خوشتر بیزنی نه جون. شب سرور امشب بلا بدور امشب مثال روز روشن چه غرق نور امشب. من برا که دیده ای خوش ادا سر من در جهان عاشق خوشی دل رو با ترن. بابا عوض علی خان من اینجا حوصله‌ام سر رفت، بیا بریم پایین دیگه. تو فکر بکن اونجا چه خبره؟ یه مش آدم های عوضی ریختن اونجا دیگه، بگه به کیفمون برسیم. باشه. خبر مبری ها، خوشگلا همشون الان اونجا جمع. بریم ببینیم چه خبر هست. حالا تو میخوای میام. بریم بریم. آدم وقتی از تنش خر میکنه به چه نعمتایی میرسه. کاش که هر شب برنم من امروز خیلی خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. برو برم من.
پر من نباشد در جهان عاشق باشی دل رو با ترم نفهمیدم شما اینجا چه غلطی داری میکنی؟ خودت اینجا چه غلطی میکنی؟ با اون کوه سفیدت خجالت نمیکشی؟ اون اکبری چیه همراهت؟ حالا یه چیزی هم طلبکار شدی؟ بابا جان ما که گفته بودیم جشت و ولد نهید ما میم اینجا ببار صدا تو اکبری دردم کنو اکبری تو چی میگی با دختر من چی کار داری؟ عوضی چی؟ به من میگی عوضی؟ منو هول میدی؟ آره؟ از هم به تاری میکنم به من میگن عوضنی باره کنار موضوع ناموسته یه دنم از هم من با دخترم زحمت میگه خب تکلیف چیه دکتر چیکار باید بکنیم استراحت ولی به نظر من اگه چند روزی برم حالا دیگه من دختر شدم آره از مامانت بپرس نخه بالا خونه رو اجاره داده راحتشون بذاریم مگه نمیدونید با مریض نباید زیادی حرف زد مریض اون جد و آبادت پسر من از تو سالمترم نگاه کن خیلی خوب زمانم میخواستم بگم از طرف خانم و بچه ها خیالتون کاملا راحت باشه نفهمیدم تو چه زن و بچه دار شدی؟ چرا پارت و پالا میگی؟ حفه اگه همه میخورن نون و پنیر تو سرتو بذار زمین رو ببین نخه چرا فاک بله اون بابات بله بفرمایید سوار شید میخواییم را بیافتیم بفرمایید آقایون خوب عزیزی دلم خدا به من دست نزن زن شما ها نامحرمی آخه کی این حرفو بهت گفته؟ تو شوهر منی اینم دختره من اصلا شما رو نمیشناسم من هنوز پسرم اینا نه بیا اینم تصدیق کن دیوونه شدی مرد دیوونه شوهرته بابا من داره گریم میگیره دختر بابات اینه چرا تهمت میزنی؟ خیلی خب حالا بفرمایید سوار شید من تازه پیاده شدم دیگه هم سوار آقا بفرمایید سوار شین بفرمایید شاش قربونت هم میرم بفرمایید عوض علی خان بفرمایید برو بده به بابا برو دیگه خدا به هم بری دیگه بری گم شی وای 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 خانم جان وای وای خای خانم وای وای بابا رفت وای 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 بیم بریم خب شهن جان خواهی هم بریم دستو بکیش کنار ما نمیشی پسر من میخواد با نامزدش خدا شد واح بلا بدون مگه خواب ببینه فرید خانم نامزدش بشه به تا چه مربوط هشتن شهن جان مگه نه آی سر خلوتیان یک بار دیگه به خواهر من بگوی زنجانا یک مو به سرتو نمیذارم ها اگه یه مو از شرم که بشه باباتی میشی جونم شوخی کردم شوخی هم سرت نمیشد وقتی آقا عوضعلی برگرده ازتون شکایت میکنم اون حسابتون رو میرسه عوضعلی به من قول داده ما قرار مدارمون هم گذاشتیم حالا چرا داد و بیداد میکنی؟ نمیمیره که بالاخره برمیگرده خودش ترتیب همه کارا رو میده سرتو بردار که یک میری چیه من چی شده؟ آبشو کشیدن چلو شد من چلو میخوام چلو چرا سرتو میذاری روشونه دختر مردم؟ دختر مردم چیه من تو زن شوهر هستی؟ خدا مرگم بده چه ای من تو زن شوهرم آی مردم بیا ببینیم این چی میگه چرا مردم مردم چرا زن میذاری؟ بیا نگاه کنیم بابا تو زن خبرش هم تو روزنامه نوشتم گوش کن
روز گذشته اتوبوسی با 30 نفر مسافر بین راه تهران شیراز سقوط کرد. در اثر این حادثه 5 نفر مقتول، 3 نفر مفقود و بقیه مجروح شدند که بلافاصله به بیمارستان شیر و خورشید منتقل گردیدند. اسامی مفقود شدگان به شرح زیر است: مرتضی محمودی سلاخ، عباس رحمانی عزاز و عوض‌علی زردوز تاجر عمده. پیشبینی می شود آب رودخانه اجساد را با خود برده باشد. بابایی منم آب بود؟ پس من چه عدس رفتی گیر از کی بگیرم؟ من بابایی منو می خواهم. بابا 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 از مسافرین اون اتوبوسی باشه که دیروز پرد شد تو دره. اینطور که معلومه عقلش درست کار نمیکنه، چون تا من دید پا به فرار گذاشت. من سجای اون جن زده. این اسمش یارگلیه، چوپان قبیله مونه، آزارش به تو نمیرسه. نامزده منم هست. نه نه ازرائیل، ازرائیل من میترسم. ببینم اسم تو چیه جمون؟ ازرائیل، ازرائیل. بابا یارگلی راست میگه، در اثر پرت شدن اتوبوس مغزش تکون خورده، باید ازش نگهداری کنی تا خوب بشه. چی تکون خورده؟ ها چی تکون خورده؟ حق با توه دخترم، خودم از امروز مداواش میکنم. باید براش یه مجون درست کنیم. ببین چه میگم، باید بگردی از اون برگوی مخصوص پیدا کنی، شاید این بیچاره حالش خوب بشه. فعلا ببرش تو چادر من. برو تو چادر رای. نه پس برو تو چادر یارگلی. نه میخوای بیای تو چادر من؟ تفلی از شما میترسه، حیوانی مثل بره میمونه. بیا بریم. بریم. بیا. نه فهمیدم این چجور دیوونه ایه؟ بیشترش به خوشن مشکلم شد. حسیدی نکن جوون. ببینم پس که اجازه میدی من باش عروسی کنم؟ دیگه چیزی نمونده، به موقعش خودم خبرت میکنم. فعلا برو دنبال برگای مخصوص، برو جونه. چرا دیر کردی؟ خیلی منتظر شدی نه؟ بله، نیم ساعت. دو نفر مشتری داشتم، نمیتونستم ولشون کنم. تو هم مثل بابام همش به فکر تجارتی، در حالی که آدم باید یه کمی هم به زندگیش برسه. زندگی من فعلا در حفاظت مال شماها خلاصه شده، تو اینو باید بدونی.
من بعد از مرگ پدرت مسئولیت بزرگی به عهده دارم. ما اونقدر داریم که شکممون گشنه نمونه. در حال حاضر این روح و احساس منه که به تو احتیاج داره، نه چیزای دیگه. این چه حرفیه؟ من نمیتونم بذارم مال شماها از بین بره. از اون گذشته اگه حساب مردم رو راست ریس نکنم، بدن اون پیرمرد تو گور میلرزه. من فکر میکردم تو به این موضوع اهمیت میدی، ولی افسوس. میدونی چه؟ من در این فکر برام پیش میاد که تو فقط منتظر مرگ اون خدا بیامرز بودی. تو به این زندگی. درسته، حق با توی. ناراحت نشو. من از بس که تو رو دوست دارم فکرم مختل شده. درست متوجه حرف زدنم نیستم. ضمناً میخواستم امروز یه موضوعی رو باید در میون بذارم. خواهش میکنم ناراحت نشو. چه موضوعی؟ من سالها شاگرد پدرت بودم و تو خانواده شما نون و نمک خوردم. تا وقتی که اون مرحوم زنده بود با عروسی من و تو مخالفت میکرد. حالا که اون مرده این درست نیست که ما. اما حالا دیگه این مانع سر راهمون وجود نداره. ولی من غیر از این فکر میکنم. اگه من و تو با هم عروسی کنیم، روح اون از ما دو نفر ناراضی میشه. من میخوام با اجازه تو از این پیوند صرف نظر کنم. به جهنم. من فکر میکردم تو عاطفه داری، محبت داری، ولی حالا میفهمم که هیچی نداری. خواهش میکنم صبر کن. برای اینکه بهت ثابت کنم تو اشتباه میکنی، قول میدم تا آخر عمر تنها باشم. باور کن. دیگه نمیخوام حرفاتو بشنوم. اینم بدون که برای همیشه از زندگی من خارج میشی. پاته یه خود دراز کنی؟ چرا نمیشه؟ بیا. یکی بود. یکی بود. یکی. بالا شما میاد شما یکی نوشا خوش کردی آره. بگی ازرائیل ازرائیل ماشا بیا کار خواهم بخواد خوابت کنه. این ازرائیل من ازش میترسم. نه ترس، من باهات میام. بله بله. پاشو بری. بری. بیا. تو نیا. این سرموی آمیز فرجی با تو هم. چرا تو همش این باری قش میکنی؟ یه دفعه اون باری قش میکنی؟ اون راده سمید. بره بابا گوش کن دخترم، دستورات منو انجام بده. قول میدم تا فردا نکشه، یا خوب میشه یا برام همیشه میمونه میشه. اینه بهش میگن حکیما، یا خوب خوب میشه یا دیوونه اون جد آباشه. با دی سیبیل اومد بده در راه خدا، خدا عوضت بده، بده در راه خدا. صبح شنبه اول هفته است، یه کمکی به من بیچاره بکنی. بده در راه خدا. شما این بابا جون، بابا بله. چی؟ پدرت برگشته؟ راست میگی؟ بله. الانم تو اتاق داره با شکوه و محسن کلنجار میره. به نظرم مخصوصا خودش زده به اون را که ما رو آن کنه. همین الان میام. بابا ولم کنی. ایجاد اگر گرفتار شده با شما چی؟ اگه بدونی چی شد فراش گریه کرده بابا جون. من در از روی تو لنگ بلنگه شدیه. بیشارت بکنی شما همه از خود تن تعریف میکنی. یک کلمه هم از من بگوین دیگه. بگو که صدف کله من زدم بین لبه یوکس. الان سه جای کله من در صدفیه. چند زر پول هفتگی من نمیدیم. خب عوض علی جون بگو ببینم چجوری وای با هم ترکی نزم. بابا چرا هزیون بگی؟ شما ها چه جونه؟ عوضالی کیه؟ نجات کیه؟ چند دفعه میگم من اسمم رجب علیه. اصلا من رفت کنم. نرو نرو نظر باری من بابا میخوام. خودتون لوس نکن. یه بار لباس تو عوض کن. ایری گده ها شد. لا اله الا الله. خانم جون از شما قویه که منو دست بندازیم. ببینم من سر کار. خدا من کجا میری؟ چرا پرت و پلا میام بابا؟ هیچ یادش نیست. محسن تو کمکش کن. فریده تو هم برو لباس پاشو. بر کن. من صبح تا 5000 کاسبی کردم اونم تو میخوای برداری؟ خب بابا مال تو قد نزن. بریم الان اتاق بریم. کجا؟ اون اتاق. بیا بابا جان. همینجا وایسی. حالا لخش. زود باش. لخش شد؟ آره. جلو شما ها؟ مگه چه می داره؟ مگه ناماره میسیم؟ ایو علی میسیم.
رجب علی، مثل اینکه خدا رسونده، مثل اینکه دیوونه تر شده. بهتر تسلیم بشی و ببینی آخرش چی میشه. بیا لباسات بردر بکنش. خیلی خوب، حالا لخش سرباز نوعی بکنی، ولی من چی میشه بیخ دیگه. من روم نمیشه جلو شما لخ بکنم. بحه، ما بریم که این بونه نداشته باشه. بریم. آه تو هم باره بیرون اون پردرم بکش. من دی چرا؟ من که مردنم. اصلا میدونی چیه؟ من رفتم چرا؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب. نزد نکن دیه بابا. ریختی. عجب داستانی. سلام. خوب شد اومدی. آقا وزلی کجاست؟ داره لباس عوض میکنه. ببینم وضع چطوری؟ طبقه دومش اشتغاله. کم کم خوب میشه. بهتره بیشتر مواظبش باشی. آقا الهی با امید تو. سلام آقا. بده در راه خدا. آقا هزار مرتبه شکر که شما سالمی. خب من از روز اولش هم سالم بودم. حق با شماست. فعلا بفرمایید بریم حجره. من مشتری‌ها رو خبر کردم. کدوم حجره؟ نه خیر، تنها اهلی خونه نیست دیوونه. بیرونیام یه چیزی شو میشه. خیلی خوب. ما تسلیم پیش آمد، هرچه پیش آید خوش آید. ببر کناری میسابو ها؟ من بودامش باید دنبال این را بارم. دایا با امید تو بفرما سوارشی، بفرما باید. خیلی خوب، زورتشی پشت فرما. بفرمایی، خوش آمدی. او، من از این کارایی خوشم نمیاد. خیلی خوب، بفرما، مرگ من بفرما. اصلا میدونی چی خرم و افکارگی دوم نداشته دارم. بابا ما غلط کردیم بابا. فرمون. شلکم سپکون داری ما بشه باید بابایی ما. چطور تو جلو بشینی من آقا؟ خور آقا بشین. شما بفرمایی. شما مایل افرمایی. یارا شده سابی. خیلی خوب، تمام شده پیکارش. بریم حالا. چه خبرتی؟ بیدارم کردیم. ناصر نیست. رفته عوضعلی رو بیاره. مگه آقا عوضی برگشته؟ بله. حالش هم خیلی خوب شده. الان دیگه پیداش. وای بابام هی. حالا هباتا شاید باور کن، من خیلی از اتفاقی که برای آقا عوضی افتاده بود ناراحت بودم. میدونم. آقا عوضعلی اومدن. خدا رو شد. سلام. بدین. چقدر خوشحالم که تو رو میبینم. راست میگی؟ پس بده در راه خدا. شوخی نکن، بذار ببوسم. چرا همچی میکنی؟ بابا یه دقیقه صبر کنیم، من زیارت اومدم. اینا کیان؟ ایشون آقا رجب هستن که قراره فریده خانمو برای پسرشون جهانگیر خان بدن. من فریده کیه؟ خواهر من. تو کی هستی؟ پسر شما دی؟ آها. خب پس تو بخوای دختر منو برای پسرت دیگه. من دخترم به شوهر نمیدم. یالا بزن به چک بینم. برو بیرون. بابا عشان یارو دیوونه. آره برو بیرون. برو بیرون. خب تو کی هستی؟ من آوانس دیگه. این همیشه از شما کشمش میخرید. تو با این هیکلت خجالت نمیکشی کشمش میخوری؟ برای خودش نگه بابا، برای دوست کردن دوا میخواد. مگه تو دوا فروشی داری؟ آرخ فروشی داره. مثل اینکه قول زودی ها. قول اون پدرته. اصلا بعد آرخ فروشی بدم میاد، میفهمی؟ خب بابا اینو از اول بگو، مردم که مسخره نمیشه. یالا برو بزباد بیا. قاچار خانه خدا. خب اینای دیگه چی میخوام؟ اینا رفیقای شما هستن. امضاهای خوبو میارن که شما خورد کنید. مگه امضارم خورد میکنم؟ بله. شما امضاهای خوبو تومن یه عباس خورد میکنم. بفرمایید من نزول خورم. بله بابا جان. مارم نزولی بزرگه. خب پس شما هم بفرمایید. چون دیگه تو این حجه از این خبرا نیست. یالا بازم بچک بینم کیش. بریم. برو ببینم. یالا. یالا. من در این مدت هر چی فروختم پولشو به زخم کاری نزدم. ها. الان در حدود 4 میلیون تومان پول نقد دارم. چی؟ 4 میلیون؟ بله. اگه نمیخواین معامله کنین بذارم به حسابتون. باز که تو منو دست انداختی، برو خجالت بکش پسر. نه باور کنین که راست میگم. ببینیم چیکار کنم. به نظر من اگه زردچوبه بخریم بد نیست. 4 میلیون تومان زردچوبه بخریم؟ مگه چقدر آبگوش می‌خوری؟ 10 شی زردچوبه بخری برای 3 وعده بس. خب برای آبگوش نه، برای فروش. این روزا بازار زردچوبه خیلی خوبه. چند روز دیگه 2 برابر می‌خره. 4 میلیون زردچوبه بخری بخوابونیم تو انبار که می‌خوایم استفاده کنیم. این جنایته. اصلاً جنس انبار کردن جنایته.
من که بارها بهتون گفتم اینجور کسب کردن احتکاره، ولی شما به من گفتین پسر فوتونی موقوف. من کی همچی حرفی زدم؟ چرا سر به سر من میذاری؟ من که روز اوله بدارم تو رو میبینم. حق با شماست، من اشتباه کردم. حالا میفرمین این پولو چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ به نظر من بهتره که با این پول کارخونه بخریم که کار زیاد بشه و یه مشکیدان بهتر از سر کار. قربان تو بابای خوب، میرم به شکو جم میگم چه مرد نازنین. شکو جون دیگه کیه؟ بازت به کله زن با خود جونتو میپسندی؟ وای خدا ذلیلت کنه زن، خودتو ببوشو بدنتو نشون من نده. مسخره بازی ها چیه در آوردی؟ ناسلامتی چه شوهر منی؟ بعد از چند روز از مسافرت برگشتی باید باقا چند مرتبه بگم عوضی گرفتی؟ من شوهرتو نیستم. من تا حالا چشمم به بدن یه زن نیفته. این کارا گناه کبیره است. خیلی خوب، بیا کپه مرگتو بذار. نمیخواد خودتو برا من به موشمردگی بزنی. لا اله الا الله، حب سرت نمیشه زن، من توی این اتاق نمیخوابم. پس کجا میخوای بخوابی؟ نکنه کسی دیگه ای رو زیر سر گذاشتی ها؟ آه والا بلا عوضی گرفتی، اونو که تو فکر میکنی من نیستم. خب معلومه دیگه، برای اینکه زیر سر آقا بلند شده و دیگه حرارت سابق رو ندارم. به جهنم، به درک. تلفن، صدای تلفن. خوبه 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 دیگه، چادرمو به خودم پیچیدم، یه برو جواب بده. بله شما این ناصر آقا؟ بله آقا، معامله کارخونه رو هم تموم کردم، فقط مونده صبح بریم محضر رو امضا کنیم. باریکلا، تو پسر خوبی هست، خدا به تو عوض بده، تو هم بده در راه خدا. خدا حافظ. یه کارخونه خریدیم، انشالله که صاحبش خیلی شو ببینه. به من چه؟ من به این چیزا اهمیت نمیدم. بابا پس تو به چی اهمیت میدی؟ به این که تو شوهر منی و یه وظیفه ای داری، چرا نمیفهمی؟ نه خیلی دستبردار نیست بابا، چند مرتبه بگم که من وای اصلا من رفتم. وای تا کجا؟ میرم بخوابم. تو باید همینجا بخوابی، ولی آبرو تو میبرم. من به یه شرط اینجا بخوابم. چه شرطی؟ تخت خوابمون اصلا جدا کن. خب به جهنم جدا کن، من دیگه ککم هم نمیگرده. یا لطفی باش. حالا شد حسابی خوبه. خاک بر سر بیورزت کنم. بیورده اون شوهرته. خبر مرگم منم شوهر کردم. خدای خودم به تو سپرد. آخی باش من نگاه کن. رسو ببر بالا، بالا. بچه ناخونه کنزه، نکن. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. آخ بیسم چشم مارو کور کرد بابا. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. ببینم تو روز چقدر بود بیش؟ روز 10 تا قرمه. چند تا نون خورده؟ 5 نفر. خوبه، بگو روزی 10 تا من موزشو زیاد کنم. خدا عمرتونه زیاد کنم. باید کارگر رو خوشحال کرد تا کار بهتر پیش. سلام علیکم. سلام. 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 ببینم تو زن و بچه داری؟ بله قربان. اسم من قربان نیست، اسم من رجب علیه. ببینم تو چقدر بود بیش؟ روزی 25 تا. خوبه، بگو یه ما بهش اضافه او. یک ما؟ آره یک ما. پولا تمام شده ما شوارد. سلام علیکم. سلام. 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 قربان عرضی داشتم. قربان من میخوام مادرمو ببرم زیارت، دستور بدین یه ما مرخصی به من بدن.
این باباش سه روز بیشتر از این جره خرید. اونا تو یه ما مرخصی میخواد. درسته، ولی من یه ساله که مرخصی نرفتم. بگو یه ما بهش مرخصی بدن، دوام اضافه حقوق بدن. خیلی ممنونم قربان. از طرف منم زیارت. چش. خدا حتماً قربان. خدا یا شکر. بریم. سلام. سلام. خدا عوضتون بده. بابا صد دفعه گفتم به من نگو بابا. خیلی خوب آقا. چی میخواد؟ این حقوق ما زیاد نمیکنی؟ تو روزی چند میگرفتی؟ دو قرن. همون 2000 بس. آخه تو هنوز بچه‌ای، ممکنه زیاد حله حوله بخوری، رودل بکنی. حالا دیگه ما رودل میکنیم؟ تو فقط اخلاقت برای ما عوض نشودی؟ آه والا بلا من اونی نیستم که شما فکر میکنید. چرا ناصر آقا تو همه؟ چرا به یه گوشه همینطوری خیره شده؟ تقصیر خودتنه ده. شما عاقبت این پسرن این مجنون آواره کوبیابان میکنی. چرا من؟ برای اینکه فریده رو ندادیده. فریده کیه؟ آها دخترم رو میگی. ببینم همدیگه رو دوست دارم. برای هم میمیدن. راست میگی؟ جان آقا جان. سلام. ناصر آقا چیه تو فکر؟ چیزی نیست. خوشحالم که شما اینقدر به کارگرها مهربونی میکنی. ای بابا، عوضش ثوابش و صاحب اصلیش میبره. خب محسن میگفت تو میخوای با فریده عروسی کنی. شما که اجازه ندادید. لا اله الا الله، من کی اجازه ندادم؟ من غلط میکنم دو تا جوونو از هم جدا بکنم. راست میگی؟ پس شما اجازه میدین منو فریده عروسی کنی؟ معلومه که اجازه میدم. دمم جشنی براتون میگیرم که حظ کنید. چه کاری از این بالاتر که آدم بتونه دو نفر رو خوشحال کنه؟ ای یار مبارک، بادا ایشالا مبارک، بادا ببینم تو خوشحالی که برادر داما چیده؟ چرا نباشتم؟ اینقدر دلم میخواست کرویسی تا دستینم رو ببینم. برو دخترتو ببین. چرا بل نمی کنی زن؟ من نامحرمم. نه خیر، تو پاک سیمات خاکی پاکی شدی. یالا را بیفنم. پری بگی پدرتو ماچ کن. من که ماچ نمی کنم. یالا دیگه. خب ناصر آقا، انشالله به پای هم پیر بشی. من خیلی خوشحالم که تو فریده با هم عروسی کردی. انشالله هر کی هر آرزویی که داره خدا برآورده. انشالله آقا عوضالی. نه عوضالی نه، رجبالی. در هر حال از اینکه منو به غلامی خودتون قبول کردین خیلی ممنونم. اگه اجازه بدین میخوام دستتون رو ماش کنم. نه ناصر آقا، غلام یعنی چه؟ ما هممون بندگان خدا هست، هممون در مقابل اون یک سال. اونایی که بین خودشون و زیر دستاشون فرق میذارن، اونایی که با مکیدن خون یک مش آدم بیچاره صفرشون رنگی میشه، اونایی که خونشون رو روی خرابه های دل بیوه زنا و یتیما بنا میکنن انسان نیستن، هیچی ندارن. شما واقعا عوض شدید. من فکر نمیکردم طرز فکرتون اینقدر فرق کرده باشه. تو اشتباه میکنی. من هیچ وقت عوض نشدم و نمیشه. بده در راه کن. اینقدر حرف نزنیم. بیم بریم بچه‌ها، بیاین. ببینم شما از زنمون میشین؟ بابا چه بارو؟ مگه از جونمون گذاشتین؟ بیا بریم. کجا میخوایم بریم؟ میخوایم با هم عروسی بکنیم؟ پسر، اینقدر دوروبر این دختر رو نپله. گربه عبد شو. خب منم پسر تو هم دیم بابا. چه پرتا چیه میگی پسر؟ به نظرمون دختر یادت رفته. من اولاد دار نمیشم. کاری نکن برم همه رو بزن بابام بگویم. ها خب برو بگو مگه چیه؟ بابا بیزا قلعه امشب ما خوش بگذره دی. شرطی که چشمات درویش کنی ها. های آقا بده در راه خودم. ببینم تو اهل دودی؟ نه من اهل رشت. چی؟ تو اهل رشتی؟ جور من؟ بلا چرا میخندی؟ چرا میزنی آدم آخه؟ ننه خدا بیامرز من همه چی رو برای من تعریف کرد. چی رو تعریف کرده؟ که با چه کلکی با اون عروسی کردی، چه بلاهایی سرش آوردی، من با چه وضعی به دنیا آمدم. بیچاره همش از دست کارایی تو دغمرگ شد. نفهمیدم، مگه مادرت حیات نداره؟ چطوری نداره؟ پس اون حیات بزرگ یک دور رشت هست، تو کرایش میگیری میخوری چیه؟ نه خیر، همه تون دیوونه ای. اینه بیم با هم میگه دیوانه. بکش کنار بینم. زن بابا جان. چیه؟ امشب باید سنگ تمام بیزری یا یک رقص حسابی بکن. نه بابا حوصله‌شو ندارم. جان تو غیر ممکنه، امشب عروسیه، مگه میشه تو نرقصی؟ های بچه ها نه نه نه
من راستشو بگو، مگه بدی دیدی ز من راستشو بگو. وای چرخا میزنه این نور دیده، وای چه چیزایی میگه این کرده. ای خوشگل عبدی گرفتی بالا، نکن گل عبدی گرفتی بالا، شمک نزن عبدی گرفتی بالا، کلک نزن عبدی گرفتی بالا. امشب شب عروسیه، امشب شب روسیه، پاشو تو برسیم. همه میگن این اومنو، همه میدونن ما دو تا زن و شوهر هستیم. عروسی دخترمونه یا لزود باش، عروسی دو تا جوونه یا لزود با نمکی مثل تو داشتم. کاشکی منم خوشگلکی مثل تو داشتم. گرچه شدم از دل و جون چاکر خان، زور زوره که من نمیشم شوهر خان، زور زوره که من نمیشم شوهر خان. الهی قربون این شوهرم برم، تو چقدر با نمکی. ول کن جانم، صد دفعه گفتم عوضی گرفتی، من شوهر تو نیستم. ای باز دیدی خودتو لوس کردی. آخه ببینم تو چرا خودتو میزنی به خلبازی. به خودم من که دیگه طاقتم تموم شد. نه خیلی باور نمیکنه، چه خاکی به سرم بریزم از دست تو. بابا لااقل شما یه چیزی بگی، دختر پاک دیوونه شده، میترسم یه کاری دستمون بده. عطل حل تو طوله آو حسن چجوره، نشید داره نفسو دور کلاش قربزی، اسم ننش خالفزی. حالا چشمات رو هست، ما بریم قایم شیم، بریم قایم شیم، تو هم بی بریم قایم بودو این کوچه خامرا میرم گریل کجا با چرا بردش تو سنگ کرد سوچی نکن بیاد بازیش نبکنن، اون الان حال یه بچه داره. او نازر منو باش پشت درفت و وقت شما بچه اون حال یه بچه رو داره، بیایی تو نشونه تو بده. بریم ما قایم شدیم. چه کارشون داریم؟ چرا بی خودی برامون سر خردان رو سوچ داریم؟ منظور چیه؟ من مخصوصا این بازی رو جوش کردم که با هم تنها باشیم. ولی من تنهایی رو دوست ندارم. منم دوست ندارم. نه من فقط ننم رو دوست دارم. ولی من تو رو دوست دارم، میخوام زنیت رو بشم. اگه قبول کنی ما زدیم و با یارگلی به هم دست بردار، دختر بذار به بازی اون برسیم. بازی چیه؟ من تو من کارو نمیخوام بگو. حالا سر بده فارمو. بابا این منو ول نمی کنه. چی میخوای اکشن من؟ من جای دختر تو هستم. ای نمک برما پس نکنی بگه. نه یارگلی تو رو خدا نزنش، دیگه ادب شد بستشه. من کجا؟ اینجا کجاست؟ این لباس ها چیه؟ شما ها کی هستی؟ بشت باور کن جونه تو. گفتم شما کی هستی؟ لباس های خود من کجاست؟ تو چادر وقتی یرگلی تو رو پیدا کرد دیوونه بودی. من خوبت کردم. دیوونه اون ایل و تبارته، حرف دهنتو بفهم. هیچ میدونی با کی طرفی؟ با آقا حوزلی تاجر معروف. زود باشی لباسای منو برداری بیاری، باید خودم برسونم به شهر. الان شوخی زنم منتظرمه. من
منم شکو جونه دیگه. بازم تو؟ عجب گرفتاری شدیم، کاری نکن بذارم بره با درک که رفتی. آخه ببینم، مگه من زن نیستم؟ مگه من احساس ندارم؟ بابا جون به من که تو زنی یا مردی یا احساس داری یا نداری؟ آخه حیام خوب چیزیه، این کارا قباحت داره. چی گفتی؟ مگه من کار خلافی کردم که قباحت داشته باشی؟ ببین عزیزم، تو رو خدا از خر شیطون بیا پایین و با من نیستم. اگه نداری بخوابم بلند میشم از این اتاق میرم بیرون. ها من هنوز از جاده اطفت و اسمت منحرف نشدم. هی این چند شب خانوم شیطون شده رفته تو جسورم. بذار بخوابم بابا جا. خدایا با امید. اصلا حیف من که خودم رو برای تو بزک کردم. تو اصلا چی میخوای میزن خوشگلی یعنی چی؟ مردشون ببرفتید. عزیزم ای هننا بابا بذار بکپم، انقدر اذیت نکن منو. اصلا اگه من تا آخر عمرم یه ماچ خشک و خالی هم به تو دادم از تو بدترم. میخوام 70 سال زیارتی. چرا دروازه؟ محسن سب کله ای منه داغن کرد. چیه تو همه عدای محسن گرفتی؟ چی آخه؟ چقدر میخوابی؟ لنگ زوره. بلنشو برو نون سبزی بخر بیا. بابا آمد. سلام. سلام شوخو جون. سلام. نفهمیدم این چه جور استقبال کردنه؟ برو بابا حال نداری. چی شده؟ بی وفا، ای بی محبت، بعد از چند روز که من نبودم حالا اینجوری ازم استقبال میکنی؟ تو مثل اینکه راست راستی مغزت عیب داره ها. اصلا من نمیدونم به کدوم سازتو برخصم، نه به اون حرکت دیشبت، نه به حرفای حالا. مگه دیشب چیکار کردم؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن. دیدی دیشب اومدم پلو چه افتضایی بالا آوردی؟ نفهمیدم محسن تو خولی ها بابا. خول اون چشم و دلم روشن. در قیمت من چه اتفاقاتی افتاده و من خبر ندارم. بابا لوس بازی بسته، نمیخواد کارای دیشبتو ماسمالی کنی. ببینم حالا که هنوز زور نشده تو از حجره برگشتی. حجره چیه؟ من حجره نبودم. نه خیر، تو 2 ساعت پیش رفتی حجره. چرا تو همچی میکنی من؟ برای اینکه توی خونه یا تو دیوونه شدی یا من دیوونه شدم. برو بابا پیکاره. ببینم از فریده کجاست؟ رفته برای خودش خرید کنی. ببینم چی؟ تو این باغچه نونه دهاتیا بنده. چرا میخندی ور پریده؟ باز گریه گونم. آقا تو پرت و بالا چی رو میگی ور؟ بیرش با ماسین بذار اینقدر پرت و بالا بگه تا جونش بالا بیاد. آخرش خودش خسته میشه. مثل اینکه اوضاع قمر در عقربه. بلند شو بریم در حجره، باید یه سری به حجره بزنم. یالا آن. سلام آوانس، حالت چطوره؟ چیکار میکنی؟ حال شما بهتره. چی شده؟ از خودت بپرسم، با آدم دعوا میکنی، با آدم آواز پرسی میکنی. من مثل عقلتو از دست دادی ها؟ چه؟ تو عقلتو از دست داده، گفتی دیگه بهت کش میشنه؟ تو که جاد ناراحت نیست؟ نه، دارم حسابا رو مینویسم. از که حالا عادت کردی سلام نکنی؟ بله. ببینم تو از برگشتن من خوشحالیسی؟ منظورتون برگشتن از کارخونه؟ کدوم کارخونه؟ چی داری میگی؟ شما نیم ساعت پیش رفتین کارخونه. من واسه خودم کردم رفتم کارخونه. نه خیر، همه تون دیوونه شدین زده به سرتون. حالا خاره تکلیف من چی میشه؟ شب رو ببینم چقدر کیش میشترین؟ 200 کیس. بده آوانه سبره. ولی خودتون گفتین که دیگه با عبومه. من غلط کردم، این بابا 40 سال از من کیش پیش میخره. حروم حلال کدومه؟ بدش ببره. پول رد کن بیاد بینم. پول؟ همران نیست، میرم برات میارم. پای یک تا دیگه بار میارم. اون بذارم نداری ها. نه بابا ببینم. شاگردانگی بده. برو گم شو، بخواد بده چای دونگی به خودم هم میده. راستی تو کارخونه چه خبر بود؟ کدوم کارخونه؟ کارخونه خودتون.
من سر در نمیارم. حتما شما جای مرتوب بودین و زنگ زدید. ما کارخونه نداشتیم. آقا چرا شوخی میکنین؟ شما هستین کارخونه. وای من که دارم شاخ در میارم. ما از بس شاخ در آوردیم گاو. این کارخونه رو بینشون من بهت میدم. بریم نشو بدین. برو بریم. یه مش کشمش وار دارم. بذار سر جا. بابا حواست کرده بودین چی بخوریم ده؟ همش به فکر شکم کارخونه میذارین. به دستور کی کارخونه رو خریدی؟ به دستور خودت. منم که دستوری ندادم. نخه این خوب شده نیست. این بابا برای ما بابا نمیشه. ببند اون دهنتو. خیلی خوب. چرا خود سر اون این کار کردی؟ چرا پولای منو هدر دادی؟ والا من که نمیدونم با کدوم ساز شما برقصم. با کمانچه. بابا من خودم بودم، شما گفتیم بهتره یه کارخانه بخریم تا یک مشت گدایی مثل شما برن سر کار. گدا اون باباته، یه کاری نکنم که دو بامبی بزنم تو سرتا. من چی گناه کردم؟ شما بالا خانه ای کردیم، من چه تقدیری داریم؟ من بالا خانه ای کردم. ها؟ چرا بگیرم؟ الان خیلی خوب با فرماین این 2000 باقشان فردا میاد پول آوردی با فرما دیگه که پول آوردی که پول آوردی آره مگه نمیبینی بارا پول آوردم دیگه مگه تو حرف سرت نمیشه چی تو مگه من به عرق فروش جنس نمیفروشم بابا خودی تو به دکتر نشون بده این کلت خالی شده مثل بچه ها یه بار میفروشی یه بار نمیفروشی دو بار میفروشی یه بار نمیفروشی یا خودی تو مسخره کرده یا منو من کی فروختم همین یه نیم ساعت پیش دیگه خودت به ناصر گفتی کش بیشاره بده به آوانس ببره بیمونم گفتی پولشو بده اینم پولش پولا سر من نمیره جورم یالا خیلی خوب میرم بانی اگه دیگه پاما اینجا گذاشم مرسی خودتا باشه اومدی که خورو این شما نبودین که گفتین مزد کارگرها رو دو برابر کنن بهشون مالی بدم اگه خواستن عروسی کنن بهشون پول بدم نه یه روان من آفرش تو رو میکنی آی خودم آبا دیگه چه کارهایی کردم که خودم خبر ندارم شما از صبح خیلی عوض شدین چی؟ من عوض شدم؟ تو منو بیچارم کردی میدونستم که لیاقت نگهداری اموال منو نداری برای همین بود که دخترمو بهت ندادم چی؟ نفهمیدم شما چرا ماتتون برده؟ تو جوون مرد شده چرا ساکتی؟ بخوام رم شما نبودی که منو به دامادی خودتون قبول کردی؟ دامادی؟ بله یاد دفتر عروسی عباس خندی رقصیدی؟ بله نفهمیدم تو با فریده عروسی کردی؟ بله خودتون ما رو دست به دست بدی پس الان فریده زن توه؟ بله وای بابا جان بابا قربانه تو برم بابا جان بابا من دستور دادم تو با فرید عروسی کنی؟ بله آی قشکن بابا جان بابا ببینم من گفتم کارخونه رو بخری؟ بله بابا دو قرنه نداری بابا جان بابا من دستور دادم اون کارگرا رو اضافه کنی؟ بله آسفاس یه قرن نداری نه خونه کسر را بیفتیم بره حجه من باید به حسابام رسی کنم من که دارم دیمونه میشم منم کمک دیوانه میشم پس محسن کجاست؟ محسن؟ من اونو ندیدم مگه یاد رفته وقتی من رفتم و خواب بود نه خیر هنوز مغزت معیوبه ببینم از اون نون شیرمالی که آوردی میخوری؟ کدوم نون شیرمال؟ من کی نون شیرمال آوردم؟ نسته که زور که برگشتی آوردی یادت نیست؟ کی برگشتم؟ من که صبح رفتم حالا اومدم پاک بی وقتی شدی میرم میارم میبینی نمیفهمم این زن چی میگه بفرما مگه این بخشه رو تو نیمونی؟ نه و نکمه آدم بینگوی نوبره تو اینو خودت نیاوردی؟ مگه من نیاوردم؟ چرا؟ پس برو بده در راه خدا میرم میدم جگرت هم میسوزونم برو پدش یعنه کسی حرف بزنه نمیذاره غذا بخورم یه خرباش بابا
بابا بابا بابا چته؟ برای ما از گوشتگی مرده بریم غذا بخوریم کارد به اون شکمه صاف بردت بخوره یه کمی طاقت بیار بده حسابامو بکنم با موسی آوانس بودو آوانس صدا بزن بیرن چرا بروش نیارده بودو موسی آوانس موسی آوانس باید سفر سرم بابا بابا این روز بزرگ کوچکه رو خورد اخه اگه زیادی حرف بزنی این روز نه نهار بدون شما بدون این یارو دیوونت بابا بیلم کن ما اصلا خیلی یاد بته بیا بریم تو حالا نمیام دیگه پا ما اینجا نمیذارم چی شده موسی آوانش دیگه چی میخوای بشه آتما که گذاشت اما این راست بشنا آخه چی شده که بعد از چانده سال دوستی من از حوشت بندازه بیر من؟ جز نمیفروشی نافروش پس توهین دیگه چیه من تو رو بیرون کردم من واسه خودم کردم به مرگ این پسرم اشتباه میکنی چون مرگ من قشن خود باور کن بله نمیدونم شما جن زاده شدین یا من حالا شوخی رو بده کنار برو کیش بیشه رو بردار برو بیا چرا دامدامه هستی اگه برداشتم بردم نه 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 بیا اینم 1000 تومان باقیشم پردامه باشه ولی صبح یاد دره ها بیا ناصر اینم بذار به حساب من میرم نهار بعد از دارم دیگه بر نمیگردم کیش میشه رو بده آوانه سبره بیبریم این خودکارم شگردنگی من ایده به من خودکارم رو ببینم زود باش تا پشیمون نشده بده من برم خیلی خوب بیبریم تو نفهمیدم یعنی اینقدر از من با تنفری که میگی تو خونم هم نباید بیا معلومه با اون خلبازیه که میکنی اوف دیشب رو یادت رفته من نمیدونم دیشب چه داغی رو دل تو گذاشته شده که اینقدر داری جیرز ویلیز زن بابا جان سلام باز بی خودی سلام کردی تو که میگفتی محسن رو ندیدی پس این کیه چرا اینقدر پرت و پلا میگی زن من کی هم چه حرفی زدم محسن از صبح تا حالا با منه حالا هم فرستادم ماس بگیر برداره بیار حالا این حرفا بذار کنار برو اون غذا رو برد بیار ببینم غذا بهتره کیو صدا کن چند دفعه میخوای غذا بخوری همین یه ساعت پیش لقمه زدی نه آخه این زن بابات بالاخونه رو اجاره داده من کی غذا خوردم خب اگر نپختی و میخوای ماس مالی کنی عیبی نداره اتفاقا بهترم هست چون تازه داری میفهمی که اصاف حرامه بودیه که به از اون کره ها یعنی منده 2-3 مسقال اما نه کرم نمیخواد چون حرامم در حرام میشه اون نون شیرمال ور بیار با همین ماس من میخواد من که دیگه دارم از دست تو دیوونه میشم مگه تو نگفتی نونا رو بده در راه خدا خب منم دادم به گدا چی؟ دادی به گدا؟ من کی گفتم؟ من کی هم چربی زدم؟ اصلا منو بدل و بخشش چرا کف بگی زن؟ محسن بابا بودو یه متخصص اعصاب خبر کن اسباب کشی دارین؟ نه پسر اسباب نه اعصاب من این چیزا رو نمیفهمم من قضا میخوام زود باش دست از سر من وردار برو مرد باش لا اله الا الله چی؟ ببینم تمام شده ماسا رو خوردی به همین سادگی خوردی همچین میگه ماس مثل یه تاغر بود این بوده وقتی آدم غذا نداره مجبور ماس رو بخوره ماس بخوری چند خریدی ماس رو یه تومن یه تومن این 4000 بگی این پول این هفته اما نه این 4000 نزورش چون داری اول هفته پول میزی پس ما از فردا غذا نخوریم ده چون هر یه لقمه غذا یه قرن نزول داره ببینم تو داری منو مسخره میکنی ها 456 خدایا با امید تو آخه شما که گفتین بعد از ظهر نمیام من گفتم بله ناصر آقا تو تازگی خیلی داری سر به سر من میذاری میگم شما میخواییم بریم منزل استراحت کنین من کارا رو جور میکنم چی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ این پولا مال کیه؟ مگه شما یادتون رفته؟ بیانه کیش میشست که دادین به آونس؟ سلام علیکم، ناصر آقا بخیر. بله باید رسید بدیم، بفرمایید، اینم یاد داشت. باز که تو پیدا شد. خلی آقا
آقا بسید. من خلم خل اون پدرته به من میگه حالا من با دین همین که مگه نگفتم این طرف ها دیگه پیدا داشه؟ آقا خودتون گفتی کیش میشه رو بدم ببره، اینم بیانش میخوام بسرم به حساب خیر. عجب گرفتاری شدیم، پولشو بهش بده بره. برو کیش میشه رو مرده بیا. چند مرتبه بهت بگم برق فروش جنس نمیپوشن؟ بده من پولمو، اگه این دفعه بو گوشنم پامو اینجا نمیذارم. ده برو گوشا. ناصر این دفعه آخرت باشه، اگه یه دفعه دیگه به حرف من گوش نکنی حجرم ول میکنم. خب باشه، هر چی شما بگید. به به آقا خیلی دارم به خودشون میرسن. کجا میخوایی تشریف ببری؟ یک بله و بله تازگی خوب پذرو فقای زمان تحصیل بودنی. مگه تحصیل فقط نه آخه تو کی تحصیل کردی که اینقدر نمیگرم بخوری؟ شکم سابردت نگرده حالا همچی پذیرایی کنش خودت هست. خیلی خوب چیه؟ بابا گلابی رو با خاک نزاورده. حالا سیب بیارم، پرتقال بیارم. خوبه، جهازش هم همراه شده. بابا این دوتا مال منه. حرفشو هر پنجتاشو مال منه. بعدم برای تو یه فکر دیگه میکنم. برادر کوچیکم ها مردشو خودتو با برادر کوچیکتو ببره. میخواستی منو بیچاره کنی؟ تو تا حالا سه تا زن گرفتی. بابای منو چیکار کردی؟ من تو بگو ببینم چی کارشی؟ من نوکر تو هم، من راننده اونم آقا. خب از اینجا ببیرون. چش فاتحه. اینجا کجاست؟ وای خدا. محسن تویی؟ محسن کیه؟ من دربان اینجا هستم. من چرا اومدم اینجا؟ چه؟ بله من که گناهی نکردم. عجب گناهی نکردی. تو هزارها جنایت مرتکب شدی. منو جنایت؟ من کی آدم کشتم؟ که جنایت فقط آدم کشیه. تو چه کارها که نکردی؟ یادت رفته چقدر نزول خوردی؟ چند تا آدم زن و بچه دار رو تو زندان انداختی؟ یادت چقدر دنبال ناموس مردم افتادی؟ یادت رفته بچت کشتگی میکشیدن و تو تمام پولاتو خرج عیاشی میکردی؟ خب ببخشید غلط کردم، دیگه از این کارا نمی کنم. دیگه فایده ای نداره، تو باید برای همیشه اینجا بمونی و عذاب کارهای گذشتتو بکشی. عذاب؟ بله، راه بیا. خدایا سر تقصیرات من بگذر. خوب به اطرافت نگاه کن، ببین سزای گناهکاران چیه. خدایا خودت رحم کن. اون سزای نزول خوریه. خدایا غلط کردم، منو ببخش. اون سزای کسیه که دنبال ناموس مردم میفته. نگاه کن، منو از اینجا ببر، دیگه کارهای گذاشتم و تکرار نمی کنم. اون سزای گران فروشیه. کردم دیگه گرون نمی پوشم. راه بیا،
خدایا نجاتم بده. دادا پروردگارا خودت رحم کن. صبر کن برگرد، اینجا محل ابدی تو. چی؟ بله. من نمیخوام عذاب بکشم، من غلط کردم، من توبه کردم. بابا با سلسله رو انداختی آخه، چی شده بابا؟ چیه؟ چی شده؟ من زنده. بله خدا رو شد، خدا رو شد پسرم. نکنه باز شده با کله؟ نه من دیگه عوض شدم، من عوضعلی سابق نیست. بریم خونه، میخوام زن بچه همون ببینم. منو دیوونم کردی، بیچارم کردی. اصلا از جلو من چی میخوان؟ چند مرتبه بگم من حیاتت نرفتم، محسن از صبح سالو با من نبوده. مگه زن تو حواظ پرتی داری؟ ببینم باز که لباس عوض کردی، دیگه کجا میخوای بری؟ ولم کن زن، تو به لخ شدن من چی کار داری؟ عجب گرفتار شدم. امشب دیگه از اون شبا نیست، باید حسابمو باز تصویه کنم. خیال کردی میتونی از چنگ من فرار کنی؟ چه شور آدمی هستی، نه روح داری نه احساس. یالا تکلیف منو روشن کن. اگه واقعا زن دیگه ای در کاری، منو طلا بده برم پی کارم. خیلی خوب. آی من کجام؟ شما شوهری؟ با زن من چیکار داری؟ نمیفهمم. یا تو اینی؟ چه این تو؟ از شباهات من و خودت سوء استفاده کردی. حالا پدر تر بیارم. بایسه ببینم. بابا چیکار رو بردی؟ پدر کنه برو میزنی؟ من چه گناهی کردم؟ بابا کجا آمدنی؟ دست این نجات بدی؟ این دو هم فریاده چیه؟ بابا این ما دون دشیو. چرا میزنید منو؟ بابا چیکار کردم؟ مگه تو نمیگم که بابات منم؟ چرا از اون پول بخوای؟ آخه هر دوتای شما هم شکلی، من چی بکنم؟ چجوری بشنستم آخه؟ تو دیگه نه دنیا داری نه آخرت. چرا؟ برای اینکه قلب آدم رو شکستی. اون یه فرشته بود، درسته که اونو به جای تو عوضی گرفتی، ولی اون از این اشتباه ما سوء استفاده نکرد. من بارها شب و نصف شب رفتم سراغش، ولی اون منو از خودش دور کرد. اون میتونست به ناموس تو خیانت کنه ولی نکرد. میدونی تو این دنیا آدم بد و خوب زیاد پیدا میشه، ولی رجب علی یه انسان نمونه است. اون همش سعی میکرد پول شما رو در راه صحیح به کار بندازه، کوشش میکرد حتی المقدور از آلوده شدن ثروت شما به مال حرام جلوگیری بکنه. نمونهشون کارخونه یه که خریده. شما میدونین چند تا خانواده از اون کارخونه نون میخورن و به شما دعا میکنن؟ اون میتونست تموم ثروت شما رو هیپ و مل کنه، ولی این کارو نکرد. بابا از خدا با ترس برو دنبالش، یه کاری نکن تر نفرین بکنم. راست میگه، من اشتباه. اون قادر بود هر کاری بکنه تو. کجا رفته؟ آقای اخوی، آقای داداش. نه صبر کنید، بذارید خودش هم به کارو بده. تو باید برگردی، چه به تو علاقمند شد. ما دیگه نمیتونیم دوری تو رو ببینیم. تو انقدر به من خوبی کردی که تا آخر زندگی من و تو با هم فرق داره. درسته که من از راه گدایی زندگی میکنم، ولی تا حالا نزول نخوردم، دروغ نگفتم، به پول و ناموس دیگران چشم داشتی نداشتم. در حالی که تو، حق با توه. من دیگه عوض یه کارهای گذشته تکرار نشه. حالا بیا بریم تو. ما از امروز مثل دوتا برادر میمونیم. بعد از این تو در تمام زندگی بجز ناموس با ما شریک هست. تو رو خدا قبول کن. خدا رو شکر.
طلب خودم یکی بابای منه. الله بابا جان، بابا جان خوب کاری کردی، ازش دلجویی کردی، چردی زر منم بده که خیلی بیفولم. باسه بابات منم، از امروز باید به اون بگی عمو جون. ضمناً تو دیگه 14000 برات واسه گاز زده باشه.